كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء. Every day is Ashura. Every land is Karbala. Another Hussein is martyred in Karbala. Another Zainab tells the story of Ashura. Nowadays, people are busy going about their daily lives. In Muharram, we might shed a few tears for Imam Hussein, but it makes you wonder, how many of us are truly willing to lay down our lives for the sake of Allah? How many of us are truly ready to sacrifice what we love for the sake of justice? And how many of us will answer when the Imam of our time calls on us? سلام به بهترین گل زندگیم حسن قشنگم. فاطمه امینی هستم، متولد 1364، در حال حاضرم کارشناسی مترجمی زبان میخونم. خادم حرم حضرت عبدالعظیم بودم، خیلی ارادت خاصی به حضرت عبدالعظیم داشتم. هر روز باید میرم حرم حضرت عبدالعظیم، از دور سلام قشنگ تمام قد از ماشین پیاده میشد سلام میداد و حضرت عبدالعظیم کمک میخواست بعد میرفت. این حتما دیرم میشد باید این کار رو انجام میداد. بوده یه هدیه‌ای که براتون سورپرایز باشه؟ مثلا یه قاب گرفته بودن روش خطاطی کرده بودن، یه اسمم نوشتم فاطمه جان، مهر بوتان سنجیدم، خوبان فراوان دیدم، اما تو چیز دیگری. اینو خیلی دوستش همیشه تکرار میکرد، حفظ کرده بود برام میخوند. They say a mujahid does not care for his family. If that is true, how is it possible that he left behind such a beautiful scent in her heart? نامه بود که من خواست، درست اول زندگیمون بود که خواستن که از من بنویسم، دربارش بنویسم. دوره اون سلام به بهترین گل زندگیم حسن قشنگم. با وجود اینکه خیلی حرف با شما دارم ولی نمیدونم از کجا و چطور شروع کنم، ولی چون برام خیلی عزیزی میخوام به سادگی حرفای دلم برات بزنم. شاید تا به حال بهت نگفته باشم ولی آمدن شما به قدری روی منو اعتقاداتم تأثیر گذاشت که برای خودم هم باور کردنی نیست. کاش خودت میدونستی چه تکیگاه محکمی هستی. همینجا دقیقا ما هر هفته میمدیم آب میریخ همینجا. همینجا رو؟ آره، چطور؟ میگفتن که این مزار من خواب دیدم. روزه آخر که میگو من همه کارا کردم دیگه هیچ لذتی دیگه نداره تو این زندگی برام. گفت چرا؟ دوست دارم بچه هم ببینم، بزرگ شدنشون و قد کشیدنشون و همه چی رو دوست دارم ببینم. ولی خب یه چیز دیگه، یه اعتقاداتم اجازه نمیده. فقط گفتش که یه چیزی میخوام بهت بگم، ناراحت نشو. گفتم چی؟ گفت من حضرت زینب یه چیزی خواستم یه پسر بده به خدا،
خیانت بابت شما راحت بشه بعد دیگه برم دائم بمونم. اگه این خواسته ای من برآورده بشه معلومه که منو پذیرفته خانم. رفتم سونوگرافی که خبر دکتر گفتش پسره، من اصلا انتظار نداشتم، یعنی ناراحت بودم، نگران بودم نکنه پسر بشه نکنید، خیلی ناراحت بودم که این میخواد بره، یعنی که انتظارشو اصلا نداشتم. گفتن پسره، من خیلی ناراحت شدم. سرش کنی پداشت نه، از اونجا من از دم سونوگرافی همینجوری عشق میریختم، گریه میکردم. محله که با هم بود گفت مامان چرا گریه میکنی؟ مگه نگفتی خدا میدونه چی میده؟ بزن گفتم خود من ناراحت پسر دخترش نیستم، نمیدونستم اصلا به بچه چی بگم. محمد علی شبه کیه؟ بچه کوچیکی محله خانم دیگه. خیلی خوشحال شدن و گفتن که دیگه داره کار من رو برا میشه. آخرین لحظه هم یادم نمیره نگاه انداخ، گفتم که پرحسن جان، خنده خنده گفتم این تو دل خودم خیلی، گفتم بعد دیدار به قیامت. گفت راست میگی فاطمه؟ گفتم که چون همیشه میگو تو هرچی بگی درست درمیاد، میگی حرف دل تو چی میشه؟ گفتم که بعد دیدار به قیامت، همین گفتم دیگه بر آخرین لحظه. دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغضم غرورم و یاری نمی کنم، این گریه ها برام کاری نمی. It was never going to be easy, but the pleasure of sacrificing everything for the sake of Allah is so great, it overcomes every other desire. Allah did not abandon Hussein on the day of Ashura. How then can he abandon anyone who gives everything for his sake? هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین درد تنها شده نیست. تو که تو همیشه یه خاطر آمی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه ی وجود من آرومه با تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. خبر شهادت رو شما اول خودت چجور شنیدی، بعد چجور به محلا گفتی؟ علی که کوچیکه، یعنی طوری رفت حسن، طوری رفت روز آخر که من واقعا ته دل متوجه شدم، گفت میدونستم که دیگه برگشتی نیست. یه حالت خاصی داشت، به دلم افتاد محلا، یعنی با گریه‌های خودم محلا متوجه شده بود، چیزی نمیگفت ولی خیلی هی میگو مامان چرا گریه میکنی؟ بابا میره بر میگرده. گفتم نه مامان جان، ممکنه حالا بعضی موقع اتفاق بیفته. روز آخری هم که رفت میگم خبر شهادتشون از طریق تلگرام، من نشسته بودم تو کلاس محلا، کلاس دار قرآن محلا حرم حضرت عبدالعظیم که نشسته بودم، تلگرام رو نگاه کردم، دیدم یه عکس اومد، سه تا تابوت، عکس حسن غفاری، محمد حمیدی، شهید علی امرایی. همینجور چشم خورد، خیلی یه دفعه شوکه شدم که دیگه بعد از ظهرش اصلا خودم حفظ کردم، خیلی خبر ندادم به پدر مادرم، به محلو حتی. اومدی منزه خیلی با آرامش مثل همیشه، بچه ها رو خوابوندم ظهر، نشستم که دیگه یکی از دوسته حسن تماس گرفت، گفتش که
شماره برادرشون بدید به هم. اینو که گفت من دیگه متوجه شدم که اتفاق افتاده. آخر سرم به محلو گفت بو من بخوام برم که چادر از سرتو نیفته. این آهنگ لیلا خیلی علاقه داشت، به خاطر محلو میذاشت. حجاب، it is not just a garment on a woman's head. It is a woman's right to dignity. It is the flag of the army of Hussein. One who does not understand its true meaning has not understood the message of Karbala. Inamaro Leila faqat bekhune faqat mikham ke halamo bedune کلاغ اطراف منو گرفتن از دور مزرعه هنوز نرفتن لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن لیلا چقدر دلم برا تنگ شده نیستی ببینی سر جنگ شده. شبا خیلی یادش میفتم، خیلی دلتنگی میکنم براش. موقعی بچه ها نیستم خیلی براش گریه میکنم، دلم تنگ میشه براش. اگه یه روز این نامه رو بخونی دلم میخواد از ته دل بدونی الان دیگه به آرزوم رسیدم باور نمی کنی خدا رو دید. کاشکی اگه می دونستم که یه زمانی می خواد بره واقعا میره مخالفت نمی کردم. خدایا نکنه که من یه موقعی ناشکری کنم یا یه موقعی یه چیزی به ذهنم برسه بگم کاش که نمیفرستادمش. هیچ وقت این فکر رو نمی کنم که به زبونم بیا. راضیم ازش، راضی بودم، راضیم که تو این راه رفته. خیلی باعث افتخار من و بچه‌هامه. خوشحالم که تو راه اهل بیت رفته. باز حداقل هیچ کارم که نکردین سر اون بالا. خودم فکر کردم گفتم که من خیلی غرور خودخواهیه که بگم نه رو به خاطر من. پس خودش چی میشه؟ این راضیم کرد که آخر سر دیگه خودم ناراحت شدم. لحظه آخر پیامک زدم براش، موبایلش نوشتم من راضیم تو بری، دوست دارم تمام هم مقامت این باشه که اونجا دفاع کنی، همه تلاش شده بکنی، منم اینجا هستم، بچه ها رو تا جایی که میتونم، تا جایی که توانم هست ازش مراقبت میکنم. فقط دعا کن به تو.